خداوندا، ناشکری او را به شکرگزاری های من ببخش. تمام تلاشم را می کنم که وقتی ناصر در خانه است بچه ها آرام باشند، اما ناصر را به خاطر این بیمهریش نمی بخشم. دکترم در پاسخ به خبرنگاران گفته بود این شیرین ترین زایمانی بود که در طول کارم انجام دادم، زیرا مادرشان بسیار خندان و خوشحال بود و بچه ها با وجود جسه ریزشان سرحال و زیبا بودند. با خودم گفتم ای کاش نظر پدرشان نیز این چنین بود. سرانجام در هشتمین روز از دکترم خواستم که مرا از بیمارستان مرخص کند، زیرا حالم بسیار خوب است و در خانه بهتر می توانم به کودکانم رسیدگی کنم. با موافقت دکتر اجازه یافتم که به خانه بروم. ناصر آن روز مرخصی گرفت و برای بردن من به بیمارستان آمد. نرگس را خودم در آغوش گرفتم و نادر را مادرم. سپرستار نیز با در آغوش گرفتن مریم و آرش و آریا ما را تا جلوی ماشین همراهی کردند. ناصر ساک و وسایل را حمل می کرد و مادر شوهرم نیز در اتومبیل نشسته و منتظر ما بود. وقتی در اتومبیل نشستیم، مریم را مادر شوهرم در بغل گرفت و من و مادرم هر کدام دو کودک را گرم در آغوش فشردیم. به مادر شوهرم و مادرم سفارش می کردم مراقب بچه هایم باشید. سرانجام به خانه رسیدیم. خوشحال بودم که وارد خانه ام می شدم و ناصر نیز ظاهرن خوشحال نشان می داد. بچه ها را به اتاقشان بردیم، اتاقی که در آن پرده های حریر آبی و صورتی آویخته شده بود و در آن سه تخت کودک سفید، آبی و صورتی قرار داشت. زیر هر تخت یک ساک مخصوص بچه گذاشته بودم و حالا به پنج تخت و پنج ساک و همه وسایل پنج تایی نیاز داشتم. مادرم نرگس و مریم را روی تخت صورتی به صورتی که پاهایشان به طرف هم باشد خواباند و آرش و آریا را نیز روی تخت آبی به همین ترتیب. نصیب نادر یک تخت کامل شد و ناصر قول داد که دو تخت دیگر بخرد. خوشبختانه اتاق برای گذاشتن پنج تخت خواب کوچک جا داشت. به بچه ها گفتم ببخشید که مامانتون برای همگی شما تخت تهیه نکرده. آخر من فکر میکردم شماها سه تا هستید. حالا هم عزیزانم خوش آمدید به خانه خودتان. صفا آوردید. خانه را روشن کردید. مادرم در کناری ایستاده بود و در حالی که لبخند رضایت بخشی بر لب داشت به حرفهای من گوش میکرد و در آخر گفت خدا را شکر دخترم که به آرزویت رسیدی و چه خوب و کامل هم رسیدی، اما مسئولیت سنگینی بر دوش خواهی داشت. مادرم را در آغوش گرفتم و بوسیدم و گفتم مامان جان شما خیلی به من کمک کردید. نمیدانم با چه زبانی از زحمات شما تشکر کنم و حالا وقت آن است که شما نیز استراحت کنید و بیشتر به فکر خودتان باشید. پدر بیچاره این چند ماه تنهایی زیادی را تحمل کرد. مادرم در حالی که صورتم را می بوسید گفت دخترم من نمی توانم تو را با این بچه ها تنها بگذارم. تو حالا نیاز به کمک داری. در جواب مادر گفتم به خدا آنقدر خوشحالم که اگر بچه ها 10 تا هم بودند با نیرویی که سرشار از عشق است از آنها مراقبت و پرستاری می کردم. خواهش می کنم شما به فکر خودت و پدرم باش و استراحت کن. مادر قبول کرد و فردای آن روز خانه مرا به شرط اینکه هفته ای 2-3 روز به من سر بزند ترک کرد. مادر ناصر هم که نارضایتی در چهره اش موج می زد و مرتباً زیر لب می گفت بیچاره پسرم، خداحافظی کرد و رفت. ناصر 2-3 روز مرخصی گرفته بود تا وسایل مورد نیاز مرا تهیه کند. او ناچار بود به تنهایی به خرید برود. 2 تخت خواب و 2 ساک دیگر خرید و چند کارتون شیر خشک، 10 شیشه شیر، چند بسته بزرگ داروهای مخصوص پا و بدن بچه ها را خرید و به خانه آورد. تمام مایحتاج غذایی را خرید و در یخچال و فریزر جای داد
و ما کاملا برای پذیرایی و پرستاری از بچه‌هایمان مجهز شدیم. از تلاشی که ناصر می‌کرد احساس کردم که به بچه‌ها به اندازه نه به اندازه من اما بسیار علاقه‌مند شده. او میگفت بلد نیستم مثل تو آنها را تلخوش کنم، فقط گاهی یک یک آنها را برای لحظه‌ای در آغوش می‌گرفت و می‌بوسید و سر جایشان می‌خوابد. من به روی تخت‌ها، ساک‌ها و شیشه‌های شیر آنها اسم‌هایشان را نوشته بودم. دوست داشتم که هر کدام از وسایل شخصی خودشان استفاده کنند و زندگیشان در هم و جوریده نباشد. آنچه که ناصر را داشت کلافه می‌کرد این بود که همگی با هم گریه می‌کردند، همگی با هم گرسنه می‌شدند و همگی با هم نمی‌خوابیدند. و گاه وقتی دو سه تای آنها می‌خوابید بقیه گریه می‌کردند و موجب آزار یکدیگر می‌شدند. در آن وقت بود که ناصر به اتاق خواب پناه می‌برد و بالش را روی گوش‌هایش می‌گذاشت. من به روی خودم نمی‌آوردم و فقط به فکر رسیدگی به بچه‌ها بودم. دکتر گفته بود چون آنها خیلی ریز و ضعیف و جسته هستند بهتر از هر دو ساعت یک بار شیر بخورند. دادن شیر به هر یک از آنها حداقل 20 تا 25 دقیقه طول می‌کشید و بلافاصله می‌بایست پوشک آنها را عوض کنم و پاهایشان را تمیز کنم. هنوز این کارها انجام نشده بود که نوبت شیرشان می‌رسید و ناصر می‌گفت من جرأت شیر دادن به بچه‌ها را ندارم و می‌ترسم که بد شیر بدهم و آنها خفه شوند. ناچار خودم این کار را می‌کردم. روز سوم ناصر می‌بایست به سر کارش برود و من با بچه‌ها در خانه تنها ماندم. شادمانیم همچنان ادامه داشت و بدنم خستگی ناپذیر بود. نفهمیدم که ساعت 8 شب شد و ناصر به خانه برگشت. شام که تهیه نکرده بودم هیچ، خودم هم فراموش کرده بودم که میبایست نهار بخورم. ناصر که وارد خانه شد و مرا دید که در حال دویدن و انجام کار بچه ها هستم، سری تکان داد و گفت چنین وضعی را پیش بینی میکردم و حالا نسرین جان خبر خوشی برایت دارم. در حالی که داشتم به آرش شیر می دادم پرسیدم چه خبری؟ ناصر گفت کارخانه اضافه حقوق قابل توجهی به من داده و تقریبا حقوقم دو برابر کرده اند و قرار شده از این به بعد هر روز 4 ساعت اضافه کار کنم. پرسیدم یعنی این که هر روز 12 ساعت کار کنی؟ گفت بله، من که می خواستم کاری دیگر پیدا کنم، حالا اینطوری خیلی بهتر است. خیلی خوشحال شدم. دلم میخواست ناصر را در آغوش بگیرم و ببوسم، اما آرش آنچنان با ولع شیر میخورد که دلم نیامد لذت شیر خوردن را از او بگیرم. مریم و نادر گریه را سر دادند. به ناصر گفتم پستانک دهان آنها بگذار تا ساکت شوند و نوبت شیرشان بشود. ناصر غرغر کنان گفت از این به بعد حرف زدن هم برای من ممنوع میشود. گفتم مگر خبر دیگری هم هست؟ گفت بله، اگر خانم ها و آقایان اجازه بدهند. پرسیدم خواهش میکنم بگو چه خبر است؟ صدای گریه نرگس بلند شد. گفتم او هم پستانک میخواهد. آریا گریه کرد. خواهش میکنم بالش آریا را کمی بالاتر بگذار. ناصر فریاد کنان گفت خدای من کمکم کن، من طاقت ندارم و به اتاق خواب رفت. خودم بلند شدم و در حالی که مراقب بودم سر شیشه از دهان آرش بیرون نیاید، دستی به سر و روی بچه ها کشیدم و با آنها حرف زدم. با شنیدن صدای من بچه ها آرام گرفتند و ناصر از اتاق خواب بیرون آمد و گفت معذرت میخواهم. میخواستم بگویم کارخانه این آپارتمان را به خاطر بچه ها به ما بخشید. در حالی که از شوق به خودم میلرزیدم گفتم یعنی ما صاحب خانه شدیم؟ و ناصر لبخندی زد و گفت بله، ما صاحب یک خانه پر سر و صدا و جنجالی شدیم. قول میدهم صاحب کل این ساختمان شویم و تمام اهالی این ساختمان از سر و صدای بچه های ما خانه هایشان را ترک کنند و بروند و کل این ساختمان برای ما بماند. به شوخی گفتم آن وقت هر کدام از بچه ها که ازدواج کنند یک آپارتمان دارند. ناصر گفت حتما، دلت را به این چیزها خوش کن و به آشپزخانه رفت و پیشبند بست و برای شام املت درست کرد.
نیم ساعت بعد به اتاق بچه ها آمد و گفت نمیخواهی شام بخوری؟ گفتم چرا، راستش خیلی گرسنه‌ام، چون یادم رفته بود نهار بخورم، اما بگذار اول شیر بچه ها را بدهم و آنها بخوابند. ناصر گفت یکی دوتا از آنها همیشه برای شکنجه ما بیدارند و گریه میکنند. محل نگذار و بیا شامت را بخور. گفتم تو را به خدا اینطوری حرف نزن، الان بچه ها میخوابند. ناصر به آشپزخانه رفت، شامش را خورد و خوابید. من هم وقتی تمام کارهای بچه ها را انجام دادم و همگی خوابیدند، به ساعت نگاه کردم، 12:30 بود. به آشپزخانه رفتم. یک بشقاب املت سرد شده روی میز بود. دو سه تا لقمه خوردم که صدای گریه یکی از بچه ها بلند شد. سریع خودم را به اتاق بچه ها رساندم. نادر بود، شدیداً گریه میکرد. احساس کردم دردی دارد که به خودش میپیچد. او را بلند کردم و دمر روی دستم گرفتم. با آرام پشتش را مالیدم و شروع به خواندن لالایی کردم. کم کم آرام گرفت و خوابید. از خستگی یارای ایستادن روی پایم را نداشتم. فکر میکردم اگر روی تخت خواب خودم بخوابم، وقتی بچه ها گریه میکنند تا بخواهم بلند شوم و نزد آنها بیایم، ناصر بیدار و عصبانی میشود. پس بهتر از همینجا در اتاق بچه ها بخوابم که تا صدایشان بلند شد ساکتشان کنم. ناچار یک پتو و بالش آوردم، کمی تخت های بچه ها را جابجا کردم و همانجا بین تخت های بچه هایم خوابیدم. خوشبختانه بچه ها 2-3 ساعتی خوابیدند و من توانستم بخوابم. اما بعد یکی یکی به صدا در آمدند و تا دویدم برای آنها شیر درست کنم، اتاق را روی سرشان گذاشتند. ناصر بیدار شد و به کمکم آمد. ناصر نادر را در آغوش گرفته و شروع به شیر دادن کرد و من مریم و نرگس و آریا و آرش را در یک ردیف خواباندم. زیر سرشان بالش کمی بلند گذاشتم و سر شیشه شیر را به دهانشان گذاشتم و سعی کردم هر چند ثانیه شیشه شیر یکی را بلند کنم تا شیر بخورد. این کار باعث شد که بچه ها کم کم غرغر کنند و گاهی گریه را سر بدهند، اما همگی یک بار شیر خوردند. سپس بالش ها را کمی بلندتر کردم و شروع کردم به آهسته ماساژ دادن پشت آنها. بچه ها آروم زدند. خیلی سریع پوشک هایشان را عوض کردم و آنها خوابیدند. ناصر با تعجب و چشمان از حدقه در آمده کارهای مرا نگاه می کرد. وقتی بچه ها خوابیدند، ناصر بوسه ای بر صورتم زد و گفت خیلی زود یاد گرفتی چگونه بچه ها را جمع جور کنی؟ گفتم به طور طبیعی انسان می آموزد که چه باید بکند. حالا تو برو بخواب که صبح می خواهی زود بلند شوی. از اینکه هنوز به قولم عمل نکردم و موجب ناراحتی تو شدم، ازت معذرت می خواهم. ناصر لبخندی زد و گفت بچه های من هم هستند. آنها چه کنند که من حوصله بچه ندارم؟ ناصر به اتاق خواب رفت و من نیز در جایم در کنار بچه ها خوابیدم. ساعت 6 صبح سر و صدای بچه ها بلند شد و با صدای آنها ناصر نیز بیدار و آماده رفتن به سر کارش شد. من دوباره با سرعت به درست کردن شیر برای بچه ها پرداختم. پایان قسمت 4.